زهرا هستم، امروز با یه ویدیوی جدید دیگه از تحلیل موضوعات مهم اقتصادی برای معاملات این هفته در کنار شما عزیزان هستم. قبل از شروع ویدیو خواهش میکنم متن سلب مسئولیت تیم ما رو حتما مطالعه کنید. روز سه‌شنبه که والمارت گزارش درآمد سه ماهه اول خودش رو ارائه کرد، از اون زمان تا روز پنجشنبه تقریبا 19% از ارزش خودش رو از دست داد و روز جمعه به بالاترین حد خودش رسید. از سال 1987 این بزرگترین اصلاح برای خرده فروش ها بود و نشون داد که شرکت ها نمیتونن با وجود تورم سود خودشونو افزایش بدن. با توجه به اینکه سهام ایالات متحده توی آستانه یه بازار نزولی قرار داره، سرمایه‌گذارا برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد واکنش سیاست بانک مرکزی به تورم دنبال صورت جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو هستند. گزارش‌های ایالات متحده در مورد درآمد و هزینه‌های شخصی که شامل شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم نقطه برجسته تقویم اقتصادی خواهد بود. در حالی که گزارش‌های PMI خارج از اتحادیه اروپا و همچنین بریتانیا هم تحت نظر خواهند بود. سرمایه‌گذارا امیدوارن که صورت جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو بتونه سرنخ‌هایی در مورد اینکه آیا بانک مرکزی ایالات متحده میتونه تهاجمی ترین تورم 4 دهه اخیر خودشو بدون وارد کردن اقتصاد به رکود مهار کنه یا خیر ارائه بده. جرام پاول رئیس فدرال رزرو مطمئنه که بانک مرکزی میتونه این موضوع رو با آرامش حل کنه، ولی وال استریت متقاعد نشده که فدرال رزرو بتونه اون رو راحت به پایان برسونه، چون هشدارهایی در مورد چشم‌انداز رکود روی همدیگه انباشته شده. استراتژیست های گلدمن ساکس 35% احتمال دادن که اقتصاد ایالات متحده در 2 سال آینده وارد رکود بشه، در حالی که تحلیلگران ویلز فارگو انتظار دارن که توی پایان سال 2022 و اوایل سال 2023 یه رکود خفیف توی ایالات متحده رخ بده. فدرال رزرو از ماه مارس تا الان نرخ‌های بهره رو 75 واحد افزایش داده. پاول متعهد شده که برای مهار کردن تورم نرخ‌ها رو تا جایی که لازمه افزایش بده. صورت جلسه روز چهارشنبه نشون میده که سیاست‌گذارا چقدر انتظار دارن که تورم پایدار باشه و آیا اقتصاد به اندازه کافی انعطاف پذیر هست تا با سیاست‌های پولی سخت‌تر مواجه بشه. بعد از نتایج ناامید کننده خرده فروشان بزرگ که سهام رو در هفته گذشته تحت تأثیر قرار دادن، سرمایه گذاران این هفته برای گزارش‌های درآمدی از دلار جنرال، کاسکو و بست بای آماده میشن. والمارت بزرگترین خرده فروش و رقیب تارگت گزارش داد در حالی که فروشگاه‌ها مشتریان زیادی داشتند، تورم بالا شروع به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان ایالات متحده کرده. سهام ایالات متحده توی شرایط یه بازار نزولی قرار داره. بازارها به خاطر نگرانی در مورد تورم، رفتار فدرال رزرو و چشم‌انداز رشد اقتصادی تحت فشار قرار دارند. جنگ توی اوکراین که باعث افزایش قیمت نفت و سایر کالاها شده، به منفی شدن بازار کمک بیشتری کرده. سرمایه‌گذارا معیارهای مختلفی رو برای تعیین اینکه چه زمانی بازارها بالاتر خواهند رفت، از جمله شاخص نوسانات CBOE که به عنوان ترسنج وال استریت هم شناخته میشه، بررسی کردند. در حالی که این شاخص در مقایسه با میانگین بلند مدت خودش افزایش پیدا کرده، ولی همچنان پایین‌تر از سطوح قبلیه. ایالات متحده
قرار روز جمعه گزارش های ماه اپریل در مورد درآمد و هزینه های شخصی رو منتشر کنه. این گزارش همچنین حاوی شاخص اصلی نرخ تورم فدرال رزرو، یعنی شاخص اصلی قیمت هزینه های مصرف شخصیه. اقتصاددانا انتظار دارن که گزارش ها نشون بده که هزینه ها توی ماه گذشته با وجود تورم بالا ثابت مونده. تقویم اقتصادی این هفته همچنین شامل گزارشی در مورد سفارشات کالاهای با دوام که اقتصاددانا انتظار دارن ثابت بمونه هست و همچنین داده های مربوط به ادعاهای اولیه بیکاری و ارقام تجدید نظر شده برای تولید ناخالص داخلی یا GDP سه ماهه اول که انتظار میره کمی بالاتر گزارش بشه. در همین حال گزارش های مربوط به فروش خونه های جدید ممکنه به سرد شدن بازار مسکن اشاره کنه، چون نرخ وام مسکن افزایش پیدا کرده و مصرف کننده ها محتاط تر عمل می کنن. بریتانیا و اتحادیه اروپا قراره اطلاعات PMI رو توی این هفته منتشر کنن. در حالی که داده های PMI اتحادیه اروپا توی ماه اپریل به دلیل بازگشایی مجدد بعد از موج اومیکرون با افزایش خدمات شگفت زده شد، داده های این ماه نشون میده که مصرف کننده ها تا چه مدت با افزایش قیمت ها به هزینه های خدمات خودشون ادامه میدن. در همین حال شاخص فضای کسب و کار آلمان برای ماه می که قرار روز دوشنبه منتشر بشه انتظار میره کاهش رو نشون بده. همچنین داده های PMI بریتانیا انتظار میره حاکی از کاهش تقاضا توی بخش خدمات برای این ماه باشه. آخرین موضوع با اهمیت این که رئیس بانک انگلستان قراره روز دوشنبه ساعت 20:45 دقیقه به وقت ایران سخنرانی کنه. امیدوارم این ویدیو سبب آمادگی بیشتر شما عزیزان باشه. اگه ویدیوی من رو دوست داشتید لطفاً اون رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای بهتر شدن ویدیوهامون نظراتتون رو کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید بی نهایت ممنونم. براتون هفته معاملاتی بسیار پرسودی را آرزو می کنم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.